دختر جوان شجاعی که در برابر خواسته شیطانی یکی از سران سنی های تندروی طالبان ایستاد و سپس در زیر شکنجه وادار به اعتراف اجباری شد، توسط این گروه در اسارت کشته شد. محمد حسین جعفریان، مستندساز ایرانی، در صفحه اینستاگرام خود نوشته که با بستگان این بانو صحبت کردم و گفتند تیرباران شد. یک عضو طالبان پشت تلفن به خانواده او گفته که دخترتان کشته شد و جسدش در بیمارستان است. از سوی دیگر محمد محقق از فعالان سیاسی شیعه افغانستان که در دولت سابق از مشاوران غنی بود، با اشاره به مصاحبه اخیر متین بیگ رئیس دفتر اشرف غنی نوشته حقایق کم کم آشکار می شود که تسلط طالبان بر کشور و کابل بر اساس پیروزی نظامی نبوده، بلکه بر اساس یک معامله خائنانه و ذلتبار از سوی غنی احمدزی و باند تبهکارش زیر نظر زلمه خلیلزاده و بر اساس لایه پنهان توافقنامه خیانتبار دوحه بوده است.